فریاد پروردگار. درود بر شما بیننده برنامه کودک شو هستید از شبکه نسیم. همراه من باشید. بشمان رو باشید. من دلنی هستم، خواهر دلارا. حالا اگه گفتی کدوممون دلنی هست؟ من نه خیلی من ما دوقلو هستیم. خواهر داشته باشیم خیلی کیف میده. همیشه با هم خاله بازی میکنیم. این باباست، بابا محسن. این آرشکره. بابا محسن خیلی شجاعه، فقط از شوش میترسه. ببینی شوش. این ماما نمونه، ماما نسیم. ماما نسیم از چی نمیترسه، هست شوش. ببینین شوش. ما کرانه هم خیلی خوش میزنیم، چون ما یک خانواده ایم. من آنیکا هستم، خیلی دختر خوبی هستم. منم آرشیدا هستم، منم خیلی دختر خوبیم. ما دوتا با هم خواهری دوقلوی. من خواهر بزرگترم، یه دقیقه بزرگترم از آشیدا. این سپهراده، این دوداشمونه. ما همیشه با هم بازی خنده دار میکنیم. گرگم به هوا اینجوری. ادبازی اینجوری. خلاصه کلی کیف. این بابای ماست، بابا یدالو. اون کارمنده، خیلی آدم دقیقیه. این مامانه، مامان سعیده. اون خیلی خانم مهربونیه. ما خیلی مامانمون رو دوست داریم. ما کنار هم خیلی خوشحالیم، چون ما یک خانواده ایم. بریم به استقبال خانواده های آرزندی و زواره. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی بفرمایید. یه سلام علیکم مردم عزیز ایران داشته باشید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام آقای بازرگی عزیز، بینندگان و حضار محترم. محسن آرزندی هستم، 31 ساله، بابای دلنیا و دلاره آرزندی. سلام علیکم. خدمت شما و بینندگان محترم، من مادر دلارا و دلنیا هستم، دو قلوهای دوست داشتنی. خود رو معرفی نسرین شعایی. خیلی خوش آمدید و خانواده زواره خوش آمد بگه به شما. شما یه سلام علیکی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آزادی عزیز، حضار محترم و تمام بینندگان عزیز که قابل تلویزیون برنامه ما رو تماشا میکنن. یدالله زواره هستم، پدر آقا سپهراد، آرشیدا خانم و آرنیکا خانم. بسیار عالی. سرکار خانم، به نام خدا با عرض سلام خدمت شما، حضار محترم و بینندگان عزیز در منظر. سعیده پرویزی هستم، مامان آقا سفهراد، آرنیکا و آرشیدا خانم عزیز. خیلی خوشم. آقای
آقای زواری ناراحتی از چیزی؟ چا؟ میگم ناراحتی از چیزی؟ نه نه لبخندی میزنی؟ نه اومدی توی برنامه کودک، تازه میخوایم کودکی درونتون رو فعال کنیم، یعنی فعالتر کنیم، بازی کنیم با هم دیگه. چلا یه جوری گفت داشتی معرفی میکردی، من همش فکرم کودک درون رو خواب بگیم خوابه نه؟ قصده شده خوابیده، خب حالا فعالش بکنیم انشالله. خب چه خبر آقای آرزن؟ معنی فامیلی تو یعنی چی؟ محلی هست؟ نام محلیه؟ بله تو کردستان. تو کردستان هست. کدوم؟ کجا میشه؟ یکی از روستاهای سنندج. سنندج. من هیچ وقت سنندج قسمت نشده برم و شنیدم چقدر طبیعت زیبا داره، چقدر مردمان خونگرم. واقعا زیبا. تشریف بیارید حتما. حتما. ما از همینجا هم سلام عرض کنیم خدمت کرد زبان های عزیز، مردم سنندج، مردم کرمانشاه و همه عزیزانی که کرد زبان هستن و میزبان شما هستیم دیگه، درسته؟ بله. خب نسبت داریم با هم دیگه؟ جان نسبت فامیلی چطور آشنا شدیم؟ چطور که خانم داشتن کلاس میمد، بعد من اون موقع یه موتور داشتم، بعد تو مسیر همدیگه رو دیدیم. حالا من خوردی تو دیوارو؟ نه تو جوب برو بیا بالا و دست بشکن و پا بشکن، هر کاری کردم دیگه جواب نداد، تا این شد که مادرم فرستادم واسه امر خیر دیگه. هم محل بودیم؟ بله. یعنی میشناختینشون؟ بله. ولی ایشون ترجیح دادن که مادرتون با خانواده‌شون صحبت بکنن. و چه صحبتی شد که شما پذیرفتید؟ دیدم خیلی علاقمند هستم به من، منم دیگه قبول کردم. شرایطش رو داشتم؟ نه نداشتم. من اون موقع تازه از خدمت اومده بودم آقای باطقی. تازه از خدمت اومده بودم. شغلم هم آرایشگریه. خب. یه دو هفته بود که مغازه رو زده بودم، باباش اومده بود که تحقیق کنه. بعد من اون موقع مشتری نداشتم اصلا. بعد اومد رد شد رفت تای کوچه، بعد من دیدمش با ماشین بود. یکی از دوستان نشسته بود، گفتم سویل بودو بشین. گفت چی شده؟ گفتم بابا پدر خانومم داره میاد، بذار فکر کنه من مشتری دارم، بذار دیگه جواب بله رو بگیرم. همین شد که اونم من خدا فکر کرد مشتری دارم. هنوز مغازه را نیفتاد. خب شما چی آی زواره؟ حالا بیدار شد؟ بودکی درون؟ خدمت شما عرض کنم که سال 85 آقای آدم، آقای زواره حرف زن آدم فکر کنه سخنگوی جاییه یه جوری شبکه خبر. نامزد یکی از همکاران شاگرد خانومم بودن، ایشون معلم آموزشگاه زبان بودن، تدریس میکردم. بعد خب خانومو معرفی کردم به من، یه چند جلسه که من رفتم و بررسی کردم، چون موقع اصلا از زبان خوشم نمیومد. بعد که بررسی کردم، بعد چند وقتم نه زبان انقدرم درس بدی نیسته. بعد دیگه خواهرامو فرستادم و بعدش هم مادرمو. یه پروسه تقریبا 5 6 ماهه طول کشید. طول کشید تا آشنایم با خونم. همینجوری حرف بزنی خداییش. مثلا به بچه‌ها واقعی بگی بابا یه آب بیار، چه جوری میگی؟ نه تو خونه. نه خب بگو ببینم مثلا الان چه جوری میگی. جالب شد مثلا. پسرم آب بیار. بازم همونجوری میگه. خب چه جور بچه‌ای بودین؟ همینجوری من آروم بر. همینجوری آروم مثلا الان. کاملا کم خرج و آقا من روم نمیشه با آقای زواری گفته کنم شوخی کنم نمیتونم چیکار کنیم؟ آقا یه جوک تعریف کن ما یخمون باشه. بلد نیستم. یعنی جوک دیگه بلد نیستی؟ خانم بلده. خانم میگم نه خانم توی که ماشاءالله خوشخنده هم هستن. میگم چیکار کنیم یخ ما باشه با شما؟ ایشالله تو تونه مسابقه باز میشه. آواز میتونی بخونی؟ نه اصلا. چیکار کنیم؟ ایشالله جبران میشه تو طول مسابقه. آقا بیاین همفکری کنیم، ما چهارتا با هم دیگه همفکری کنیم ببینیم با آقای زواره چیکار کنیم یخش باشه. چیکار کنیم آقای آرزندی؟ جوک تعریف نمیکنم. چیه؟ میگم جوک که تعریف نمیکنم. آوازم که نمیخونم. آوازم که نمیخونم. بچه آرومی هم که بودن. خب پشت ستاره است، تحت ستاره است، به ما بدید ما بریم. از همین الان دارن میگن آقا خدافظ دیگه چی بگیم. نمیدونم شما چه جور بچه‌ای بودین؟ من بچه آرومی بودم، فقط خیلی دوست داشتم رادیو رو وا کنم ببینم توش کیه که داره میخونه. عجب. آره هر سری هم که رادیو میخریدن خونه من وا میکردم، فکر میکردم آدمه توش. نگو بابا اصلا آدمی تو این وجود نداره. خب میپرسیدی میگوزی بابا این کیه؟ آخه دیگه اون موقع بچه بودم کنجکاو دیگه. کنجکاو بودی؟ آره. بچه‌ام کنجکاون؟ بچه‌ام کنجکاون. و اینکه ما حالا تو مسئله تربیتی هم به هر حال تو برنامه صحبت می‌کنیم،
یکی از نکات مهم تربیتی بچه‌ها اینه که پدر و مادر همسو باشن، یعنی درست. تصمیماتشون همزمان باشه. این اتفاق در منزل شما میفته؟ نه خیلی، یعنی مثلا یه دفعه یکی از بچه گریه میکنه شما دلتون به رحم میاد و میگه حال ولش بذار بچه است دیگه. دقیقاً همینجوری. درست. بعد مامان چشخوری میگن که آقا ما با هم حرف زدیم، قرار بود که خیلی درست. دقیقاً همینجوری. آره اتفاق افتاده براتون، میتونم بگم بچه است، آدم با دلش میسوزه دیگه، هر کاری کنه شلوغ هم کنه آخرش هم بعد بگید نزن بذار باش همینجوری، بذار حالا بزرگ میشه یادش میره. همینا هستش تو همین خانواده هم هست، فقط ما نیست. یعنی هر چی مادر تلاش میکنه شما همه رو نقشه بر آب میکنید، درسته؟ نقشه بر آب که نه، ولی حالا یه موقعی هم یه پاهنه‌ای میدم. چه پاهنه‌ای؟ میگم حالا مثلا حق با شما. همین. همین؟ نه دیگه. مثلا این که دیر میخوابه میگم بابا اب نداره، حالا امروز دیر خوابید ولی فردا درست شدی. دوباره فردا هم دیر میخوابه. فردا هم دوباره دیر میخوابه. دوباره پس فردا هم دیر میخوابه. نه دیگه پس فردا دیگه. میگن تا سه نشه بازی. تا سه نشه بازی. سه شب دیگه تمام. خیلی بقیش یه تربیت میفته دست منو، ساعت 9 باید خواب بخوابم. 100 درصد. بسیار کار خوب میکنین چون خواب واسه رشد بچه‌ها خوبه. اصلا حالا یک بخشش که اصلا واسه نظم و ایناست، واسه رشد بچه‌ها هورموناشو خوبه. شما چی؟ ما خداشون خیلی همسو هستیم. مثلا تا حالا نشده مشکل سر تربیت بچه‌ها یا رفتارشون تو خونه با هم دیگه داشته باشی؟ اصلا نشده. یعنی اصلا پیش نیومده براتون؟ نه. بعد ایشون خیلی برای بچه‌ها هم تایم میذارن، یعنی بچه‌ها یه جوریه که با ایشون خیلی راحت تر از تو من، خیلی راحت ترن. هنوزم یخ از ما نشده. نه عادی باشه. کودک درون بیدار شو، بیدار نمیشه. یه جوک هم تعریف نمی‌کنی، یه جوک انشالله یادم بیاد چشم. خیلی خب بریم اتاق بازی بچه ها رو ببینیم. من هم از این بعد اینجوری اجرا میکنم. بریم اتاق بازی بچه ها لطفا ببینیم. خوبه آقای زباله؟ من هم مثل شما اجرا کنم. بریم اتاق بازی بچه ها رو ببینیم. خب بچه ها قراره یه بازی باحال انجام بدن. هر دوتا هم دوقلو هستن و هر کدوم از خانواده ها میتونن حدس خودشون رو بزنن، چون دوتا بچه ها با هم بازی میکنن. یه سری توپای رنگی اون انتها هست و یکیشون روی زرد وای میسته، یکی روی قرمز. توپ رو برمیدارن میارن میدن به برادر یا خواهرشون که روی آبی و سبز وایستادن، اونا بایستی بیان بندازن توی سطلای مقابل. سوال مسابقه رو ببینیم. بچه ها با همکاری یک دیگه در 120 ثانیه چند توپ رو میتونن به روش صحیح داخل هدف بندازن؟ یک تا هفت، هشت تا چهارده، پانزده تا 21، بیشتر از 21. هشت تا چهارده. گزینه ها رو ببینیم یه بار دیگه. گزینه دو رو انتخاب کردن خانواده زواره و خانواده آرزندی گزینه 8 تا 14. هر دو گزینه دو؟ بله 8 تا 14. بسیار عالی. خیلی خوب، تا آقای زواری جوک یادش بیاد که من برمیگردم برای من تعریف کنه، من برم چه عجب لبخند زد آقا، دست بزنید تو رو برم. من میرم به استقبال بچه ها در اتاق بازی، شما هم بیشتر با هم دیگه معاشرت کنید. برای خودتون دست بزنید بچه ها. قطار ما اومد. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. با قطار رسید. بفرمایید. این ور رو به ما، چه خوش ما نشستید. این وری باید بشینید. سلام. سلام. نه خودت، اون برای خودته. جوابشو نمیدین؟ سلام. همه بچه بگین سلام، همه با هم دیگه سلام. خب بابا مامانتون دارن میبینتون، یه سلام بهشون بگین. سلام. دستتون بدین. از اینجاست، دخترم اینجاست. خب شما خودتو معرفی کن. آرشیده هستم. آرشیدای زواره. چند سالتونه؟ 5 سالمه. 5 سالته. شما خودتو معرفی کن. آنیکای زواره. چند سالتونه؟ 5 سال. 5 سالتونه؟ چقدر شبیه همین شما.
اونا هم 5 سالشه. آره؟ ما 5 نه 5 دو همتون 5 نه میشه همچی چیزی. سپرم سلام. سلام. خوبی؟ بله. خودتو معرفی کن بسامون. من سپرار زواره هستم. چند سالته پسرم؟ 9 سالمه. 9 سالته. دو تا خواهره. چقدر شبیه همن؟ چون دوقلو هن. آفرین، چون دوقلو هن. کدومشون بزرگتره؟ آنیکا بزرگتره. منم کوچیکتر. تو کوچیکتر از همی. آره؟ شما هم دوقلویید؟ کدومتون بزرگترین؟ من. اسمتون هم نگفتید. من دلنیا. دلنیا. شما؟ دلارا. بچه خوش میگذره تو خونه با هم دیگه بازی میکنین؟ آره. چه بازی میکنین؟ فوتبال بازی میکنین. فوتبال بازی میکنین. خاله بازی، قایم موشک. آفرین. شما چی؟ ما قایم موشک، خاله بازی، توپ بازی بازی. خب بعدن خب من به نظر من الان سپهرام چشم بذاره شما چهارتا قایم شید سپهرام پیداتون کنه. خوبه؟ خوبه. خوبه؟ خوبی مادی. چشاتو به همینجا چشاتو به من بشو. برو پیداشون کن. معلوم نیست. معلوم. آرشیدا سکسو. آرشیدا سکسو. دیگه بقیهشون هم برو بگید پیدا کن. دلنیا بود اینجا قایم شده. آه او جفتشون اونجا بودن. بیا اینجا بشین ببینم بچه. آفرین. حالا من رفتم خودتون قایم موشک باشید. باشه بچه ها. خب شعر بلدیم برای ما بخونیم؟ بله. چه شعری؟ حافظ بخونی؟ بله. بخونید برام. الا یا ایات ساقی اگر کفت بنابل ها کش آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه ای کاخر سبازان تو ربط شاید زتاب جعل مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانم جمع کشت چون هر دم فریاد میدارد که برندین محمل ها به من سجاده رنگین کن گرد پیر مقام گویه که سالک بی خبر نفس دراه و رسم منزل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چون هایه کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها منه کارنز خودکامی به بدنامی کشید کاخه نهان کیمان آن رازی کدو سازن محمل ها حضوری گر همی خواهی از او قایم نشو حافظ متا ما تق و من تق با بد دنیا بهنه ها. آفری کیه تو یاد داده؟ برای شبیه الله شعر حافظ با مامانم حفظی کردم و آنیکاشم با من یاد گرفتم. پس مامان به شما یاد داد؟ بله. بله. برشم برای مامانم به اینا بیتاشو درست بیت خوندنش یاد دادیم و الان برای شما داریم اجرا میکنیم. خیلی هم عالی. شما چی بلدیم اسما بخونیم؟ شعر دوقلو. شعر دوقلو؟ بله. شعر دوقلو چیه؟ دوقلویم دوقلو. پس بخونید. دوقلویم دوقلو صورتم مثل هلو مامان خوبی دارم میشینه توی خونه میبافه دونه دونه میخوشم خوشگل میشم مثل دست گل میشم. هورا هورا. بریم بازی کنیم. بریم بازی کنیم. بریم بریم سر جامو وایسیم. نه وایسا هر وقت من گفتم بذار بچه ها بیان. بیشتر از 8 تا 14 تا میتونم به نظر. خب یکی 7 تا میندازه اونم 7 تا میشه 14 تا. آماده ایم میشماریم. 3 2 1 بیا. آفرین. آفرین.
آفرین، چه قشنگ دارم بازی میکنم. آفرین بچه ها، چه قشنگ دارم بازی میکنم. مرسی آقا سپهردار. بیا دختر. هشت آلیه آلی. دنیا این بریارم بنداز. آفرین دختر قشنگ. آفرین دختر. آفرین آقا بازقی ماشاءالله. آقا بازقی زودتر عزیزم. آفرین ماشاءالله. چقدر عالی دارم بازی کنم هر دو تاشون. آفرین دلاره یواش شو که بسته. آلی آفرین یواش بسته. بودو یه دونه ست رو تموم کردیم. آفرین تو تموم میسر از این میتونن. نه رو دو نمیزن. بولم بولم باشالا رزه سال آدم باشالا. بسته بچه بیان اینجا بشنیم ببینیم بشنیم ببینیم کی بیشتر انداخته. خوبه؟ بسته بمیان انداخت. خب بچه بشنیم سر جاهاتون. زمان تمام شده بود دلنیا یه تو نرانداخت. تو چهارده ولی من بیشتر از چهارده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده بیست و یک بیست و دو. برشون دست بزنید. آفرین ماشاءالله دنیا دلارا. خب حالا ما رو شما رو بشکنیم. بیست و هفت. من زد تا بیس بود بکنم. من فکر نمی کنم تو دیوان بذارم. من این صدا قرمز گرفتی. چه تبیه های صدا قرمز گرفتی؟ من آبی هم. اشکال نداره. ولی با این توپ بازی کنید. خوبه؟ خوبه. پس با من کار نداریم. موضوع بچه رو باش. فعلا بچه رو خداحافظ. خداحافظ. متشکر. ماشاءالله بچه های شما چقدر پر انرژی. خیلی انرژیشون بالا. انقدر که با پدرشون تو خونه بازی میکنن بازم انرژیشون تخلیه نمیشه اینا. عزیزم و بچه شما بازی. من به شما گفتم توپ نده به اینا دیگه. چرا؟ چهارده تا رو رد کردن. نه ای داد زدم گفتم بابای بازدقی بسته چهارده تا شد شمردن. نه خودشون هم دوست داشتن بازی کنن. خیلی هم پر انرژی هم ببینید همینجور دارن فوتبال بازی میکنن. اتاق رو دارن به هم میرزن. خب بریم سراغ ستاره ها. هر دو ستاره یه قرمز قرمز. و اما بازی
مشترک پدر و مادر که سه بار انجام خواهید داد، هر کدومش هم ستاره طلایی مستقل خودتون رو دارید و امیدوارم آقای زواره با اعصاب فولادی که داره بتونه و اینکه هر دو همسر میتونید انتخاب کنید، یک بار شما بازی کنید، امتحان کنید. اول کدوم خانواده میرن امتحان کنن؟ ایشون برن یه بزرگتر. بفرم برایشون دست بزنید، به اتفاق تشریف ببرید. خب یه بار امتحانش کنید ببینید درست هست یا نه. به آماده این؟ بله. ما میشماریم و سکوت بکنیم. میشماریم. یه فرصت اول از دست رفت. خانم زواره شما نمیخواید امتحان کنید؟ نه؟ من اصلا میخوره ضعیفه. میشماریم. سه دو یک. فرصت دوم هم از دست رفت، اما فرصت سوم باید ببینیم. یه ذره آرومتر اگر برید فکر میکنم با آرامش بیشتری اگر بازی رو انجام بدید شاید موفق بشید. برشون دست بزنید، خیلی ممنون. ستاره قرمز، ستاره قرمز تقدیم خانواده زواره. تشریف بیارید لطفا، بفرمایید. و خانواده آزندی که بفرمایید. اول کنید یه برانداز کنم آقا نگاش کن. میشماریم. دو یک. آقای بازقی یه سوال جان، کلن اینجوری قرمز برم نمیشه؟ متوجه شدم. کلن قرمز برم اینجوری تا ته قبول نیست؟ چرا نیست؟ چرا قبول نیست؟ نه کلن اصلا قرمز باشه تا ته. برو خواهرش دوست داری بازی کن، ما ستاره شو میدیم به شما. قرمز میشه؟ آره دیگه. با دنده سنگی نمی کنم. آفرین آفرین تا وسط تر نگه نشته. خب صدا شد. همه دیدن. سر پیچا گیر میکنه. سر پیچا گیر میکنه. پیش بریم. سه دو یک. اوه چه سرعتی هم شروع کردی. یه ذره خورد. تشویق نکنید بقیهش رو نمیرم. آقا رضا سالار من آفرین. هم باید تشویقت نمیکردن. بفرمایید نفس بگیرید. بله خانم همسرشون امتحان کنن. بله تشویق کنید. چه تشویق نمی کنید؟ بلند میرم میتونم یا نه بفرم.
یا چه روش عجیب انتخاب کردید. بود ستاره قرمز تقدیم خانواده آذرندی. خواهش میکنم. جدول رو ببینیم. جدول رو ببینیم یک بار. هوا هم رو به گرما رفته، ما مرخ کردیم، اصخایی میکنیم از شما. خب هر دو خانواده فعلا دو تا ستاره قرمز گرفتید، اما در بخش بعدی حتما یک ستاره طلایی رد و بدل خواهد شد. کدوماتون میخوام بریم جلو توپ بشینین؟ جلوی توپ؟ آره دیگه اون توپ تو برو. آره من پیشنهادم اینه که خانوم ها مقابل توپ بشینن، چون بعدش صندلی طلایی داریم. آقایون برن بیرون. پس میریم و آماده میشیم برای پرسش و پاسخ همسرها از همدیگر. سه تا سوال سخت. شماره کفش من در مورد خودشون. چی بپرسیم اونا؟ میگه رضا میگه بگو شماره کفش من چند. با موتور رفته به مورد زنش. کفشه که پاش بوده چه رنگی بوده؟ کفش خانومه؟ نه کفش خودش. چی بوده؟ بوده بوده از خودشون سوال میپرسیدم. من لف خونیم خیلی خوبه با سونار نگاه کنم. ساعت خواسته بریش. چه؟ میکن قلب عاشقش بوده میدونم اونا دیگه. نه ساعتشو میگم. آقا محسن جان سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خانم. حال شما؟ قربان شما. خوبی شما؟ سلامتی؟ چی کار کردی؟ با چی؟ کلن ستاره های قرمز رو داری همجی درو میکنی. ستاره های قرمز گفتیم که بذاری خوردم اینا با هم بریم بالا. میدونی همچون که دو قلو داریم هم ستاره هم با هم قرمز بشه. کلن با هم. این قسمت رو چی کار میکنی؟ دوباره قرمز؟ نمیتونم آخه همیشه ما روال برنامه تو خب یه جور دیگه بوده. فکر کنم از این قسمت به بعد روال برنامه تون تغییر کرده. نه یه مدتی هست. یه مدتی هست تغییر بله. کرده؟ اصلا خودم نمیدونم چه سوالی طرح کنم. واقعا چقدر سخت سوالی که شما طرح میکنید. واقعا سوالی که ما طرح میکنیم همون سوال اونا میپرسن از ما؟ نه اونا سوالی خودشونو دارن، شما سوالی خودتونو داری. سخت بپرسی. یه دونه طلایی بگیری. انشالله. وای نباید نه قرمز بگیم. میگه که از کدوم بازیگر بدتون میاد؟ اونها رو که نمیگه. خوراکی که خوردید از کدوم بازیگر بدتون میاد؟ حالا میگه هیچ کدوم نمیگه. من هیچ کدوم وقت ستاره رو نه میگه. جواب بد بدن. هیچ کدوم نمیشه که. مگه میشه هیچ کدوم؟ هیچ کدوم نداره که. حالا اونو بگیم؟ آره. مجاور رفتن و مقابل توپ ها نشستن. ببینیمشون یک بار. محسن آخر کار خودتو کردی. حالا خبر اشتباه میگم آیسا. میگم که بدونم اشتباه. وای به حالت محسن، شام خبری نیست. شما چیزی نمیگی به همسر کن. قرار بود ایشون جلوی توپ بشینن نه من. غافلگیر شدیم. نه نداره. امیدوار باش. چشم. خب سوالات رو ترک کردیم با هم دیگه؟ بله. بله؟ بله. آماده اید؟ آماده. خب اگر به دو توپ رسید، هر دو توپ شلیک شد، من یک سوال مشترک بپرسم. خب اول آقای آرزندی بپرسن از آقای زواره. معلم اول ابتدای همسرت. خانم درآینده. خانم دریانی؟ درآینده. درآینده. بله. بله. بریم ببینیم که آقای شرمنده. جان؟ خانم شاهی میگم شرمنده. نه حالا چی نگید فعلا. بریم استودیو مجاور. نام معلم اول ابتداییتون چی بوده؟ معلم اول ابتدایی؟ بله. خانم درآینده. خب آقای زواره بپرسن از آقای آرزندی.
قول میدم جواب. اگر این شغل رو انتخاب نمی‌کردن، شغلی که دوست داشتن چه شغلی بود؟ شغلشون چیه؟ حالا شغلتون چیه؟ آرایشگر. آرایشگر. اگر آرایشگر نبودن چه شغلی؟ اگر آرایشگر نبودی دوست داشتی چه شغلی داشته باشید؟ ساخت و ساز. ساخت و ساز. ساخت و ساز. بریم ببینیم که آیا همسرتون هم همین پاسخ رو خواهند داد. آقای آرزندی اگر آرایشگر نبودن دوست داشتن چیکاره بشن؟ جبران کردم. دوست داشتی کار ساخت و ساز باشه. خب آقای آرزندی سوال دوم رو بپرسن از آقای زواره. از آقای زواره چی بود؟ اولین خوراکی که با همسرتون خوردید بعد از عقدتون؟ بعد از عقد؟ بله. یعنی همون روزی که از محضر اومدن؟ همون روزی که از محضر اومد. کام چیزی که آب بود؟ غذا نه، تنقلا. پس بگی تنقلا. نخوردید. همسرشون اگه بگن نخوردیم ما میپذیریم، درسته؟ اگه بگن نخوردیم؟ بله دیگه، چون نخوردن، درسته؟ بله. خرخ، بریم از خانم زواره بپرسیم. اولین خانم زواره، صدای منو میشنوین؟ بله بله بفهمید. اولین خوراکی که بعد از عقد خوردید تنقلات چی بوده؟ نمیدونم. خوردید یا نخوردید؟ نه نخوردیم آخه تنقلات. مرسی عشقم. خب آقای زواره سوال دوم رو بپرسن. آقای زواره داره سوال سخت‌تر میاری بالا. نه اتفاقا بهترین شاعری که خانمشون خیلی دوست دارن اون بهترین چی؟ شاعر. بهترین شاعری که همسرتون دوست دارن نامش چی هست؟ حافظ. حافظ. چیزی نگید لطفاً. خانم آرزندی بهترین شاعر ایرانی رو که دوست دارید نامش چی هست؟ شاعر فردوسی. حافظ بود حتما. چی بود؟ حافظ. نمیدونم یکی رو انتخاب کنید دلیل قطعی شو من. حافظ. شدید ماشاءالله. مرسی. دو برابر شدید. من یک سوال مشترک می‌پرسم، هر دو جواب بدید. اگر همسراتون هم مثل شما جواب دادن میپذیریم، شلیک نمی‌کنیم. اگر نه که شلیک می‌کنیم. اگر همسرانتون میتونستن یک خصوصیات از هر کدوم از شما دو تا بزرگوار حذف کنن، اون خصوصیت چی بود؟ من میگم. بله. من خیلی نسبت به دیگران مهربونم بیش از حد، که خیلی عالیه. و تو گذشته این مهربونی خیلی باعث مشکلاتی شد برام. فکر کنم این دلسوزی و مهربونی بیش از حد رو حذف می‌کرد. حذف می‌کنم. و شما؟ همونی که شما مهربونی. خب پس چیزی نگید، بریم استودیو مجاور. خانم‌های محترم اگر این قدرت رو داشتید که یکی از خصوصیات همسرانتان رو حذف می‌کردید، اون خصوصیات چی بود؟ ابتدا خانم زواره. مهربونی بیش از حدشون رو در قبال دیگران. بله. و خانم آرزندی؟ آخه دو تا خصوصیت، یکی خیلی صبوره، یکیش هم بیش از اندازه محبت به دیگران میکنه. بیش از اندازه. کدومش؟ 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 ما بودیم یک خصوصیتشون رو حذف کنیم. یکیش صبور بودن بیش از اندازش. فکر کنم اشتباه گفتم. آقای آرزندی هم فرمودن که من هم بیش از حد مهربانم، فکر کنم همسرم این خصوصیت رو هست. آره دو به شک شدم. خب چطور بود بازی؟ عالی بود. خوب بود. مرسی. خوب بود. رنگی شدی؟ به نظرم اینجا که اومدیم هیجانش خیلی بالاتره، ولی قرار بود همسرم رنگی بشه نه من. حالا اشکال نداره، برای اونم نقشه‌های خوبی کشیدیم. منتظر حضور شما بانوی بزرگوار هستیم. اما ستاره طلایی تقدیم خانواده زواره. و جدول مسابقه امشب رو ببینیم. بالاخره بعد از 6 تا ستاره که از مسابقه گذشت، یک ستاره طلایی به جدول اضافه شد. اما پدرها یک ستاره طلایی دیگه به دست خواهند آورد در صندلی طلایی.
ستاره طلایی و صندلی طلایی که آقایان آرزندی و زواره در استودیو مجاور هستند. ببینیمشون. بریم که بازی رو آغاز کنیم. خب غلط بزنید، دراز بکشید، غلط بزنید تا من صندلی ها رو فعال کنم. تون تون غلط بزنید، تون تون غلط بزنید. غلط شلید شما. خب بیستید لطفا فدای تو مکرم. آقای آرزندی ابتدا تونستن در فرصت اول صندلی رو پیدا بکنن. موسیقی رو ادامه میدیم. خب دراز بکشید، دراز بکشید، قلط بزنید لطفا با سرعت بیشتر. محسن آی من کمه بایستی هنو صندلی نیومده. بنداتونو باز کنید لطفا. آفرین آفرین. و ستاره ما قبل از اینکه ستاره رو بدیم موسیقی رو فعال کنیم، چشم باز ببینیم چجوری بازی میکنن. آفرین. Atlar aslında oraya. ستاره طلایی تقدیم خانواده آرزندی. منتظر آقایون هستیم تا به ما ملحق بشن بخش پایانی برنامه امشب. رسیدیم به بخش پایانی برنامه کودک شو. پرسش و پاسخ از بچه ها هست و جدول رو یک بار ببینیم چه اتفاقی افتاده.
هر دو خانواده یک ستاره طلایی دارن. اگر موفق بشن هر دو خانواده ستاره طلایی بگیرن، با 4 ستاره طلایی به میز جوایز میرسن. اگر یک خانواده موفق بشه، طبیعتاً همون خانواده به میز جوایز خواهند رسید. بریم سوال اول از خانواده زواره. آرشیدا عصبانی بشه چیکار میکنه؟ جیغ میزنم. اینو گفته آقای بازداری؟ نمیدونم. من که نبودم اون روز. بریم ببینیم جوابشو. آرشیدا؟ بله. شما وقتی عصبانی میشین چی کار میکنی؟ نفس عمیق میکشم. آرشیدا! آفرین بچه ها، دیگ زدن کار خوبی نیست. همون آرشیدا درست گفت، هر وقت عصبانی شدید از چیزی نفس عمیق بکشید، یه ذره آروم شید، بعد برید دوباره ببینید که چه اتفاق میفته. خانواده آرزندی، سوال اول، کدوم کار بابا دنیا رو خوشحال میکنه؟ خوشحال کار بابا دنیا رو خوشحال میکنه؟ باشون دوست باشن. بازی میکنی یا بیرون میبری؟ باشون بازی میکنی؟ دوست دیگه جو خوشحال کدومشه بازی؟ بگو دیگه بازی کنی باش؟ میکنم باباش باش بازی میکنه خوشحال میشه. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. دلنیا خانم؟ بله. بابا چی کار کنه شما خوشحال میشی؟ آرش ماشو بزنه. ماشو بزنه. بیارم ماشین. بیارم الان ماشین. بیارم بزنی؟ بیاری. آره؟ آره. خوشحالم. پس خوشحالی نما همین کار میکنم. عزیز دلم. آفرین. سوال دوم، هر دو خانواده در سوال اول نتونستن پاسخ بدن. سوال دوم رو ببینیم. به نظر آرنیکا سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ سوالتون خوبه. درس خوندن؟ سخت‌ترین کار دنیا؟ کار خونه میگه. آخه من همیشه کار خونه که میکنم آرنیکا میگه مامان چقدر سخته. چه کاری میکنید که میگه؟ کار خونه که انجام میدم. خب چون سه تا بچه به طب کار آدم بیشتره دیگه. بله صد درصد. بعد همیشه آنیکا میگه ماما سختت نیست تو انقدر کار میکنی خسته نمیشی؟ اوه. بعد خسته میشی چیکار میکنم؟ آرشیدا واسه همین گفتم نفس عمیق میکشم. آرشیدا برای اون سوال قبل رو گفتش، گفتم مثلا میگه خسته نمیشی عصبانی نمیشی؟ گفتم نه، یه نفس عمیق میکشم بقیه کار رو میکنم. یعنی واقعا بچه ها به تک تک حرفای ما گوش میدن، توجه میکنن صد درصد. حالا به نظر آنیکا سخت‌ترین کار دنیا کار خونه است؟ فکر کنم. بریم جوابشو بشنویم. آرنیکا، بله. سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ سخت‌ترین کار دنیا اذیت کردن. اذیت کردن. برای بعضی خیلی راحت‌ترین کار دنیاست دیگران آزار بدن. خب سوال دوم از خانواده آرزندی، به نظر دلارا آدم عصبانی میشه چه کاری رو نباید انجام بده؟ دلارا داد زدنه چون خیلی بدش میاد نباید داد بزن. آره بریم ببینیم جوابشو. دلارا جان، وقتی آدم عصبانی میشه چه کاری رو نباید انجام بده؟ داد نزنه. داد نزنه. بله، آدم عصبانی میشه که نباید داد بزنه، باید نفس عمیق بکشه به آرامش برسه. سوال سوم که هر ستاره بایستی درست پاسخ بدید تا به ستاره طلایی برسید. چرا آرنیکا فکر میکنه خواهرش از همه مهربون تره؟ چون باش بازی میکنه.
چون باهاش بازی میکنه. درسته. نمیدونم. نمیدونم. من نبودم واقعا. چون خیلی به هم وابستن. خیلی. همیشه میگه چون با اون بازی میکنی خیلی مهربونی. چون ما دو قلویم خیلی مهربونی. خب چرا فکر میکنه آرنیکا خواهرش اصلا مهربون تره؟ چون باش بازی میکنه. چون باش بازی میکنه. بریم جوابشو ببینیم. بشنویم. آرنیکا خانم. بله. کی از همه مهربون تره؟ آشید. چرا از همه مهربون تره؟ تو که اسباب بازیش به من. امید گرفتن ستاره برای شما هست، ولی برای خانواده زواره دیگه به پایان رسید، چون دو تا سوال بیشتر باقی نمونده. سوال سوم خانواده آرزندی رو هم ببینیم. به نظر دلارا چرا بابا شبیه پرتقاله؟ نمیدونم چه سوال. احتمالا پرسیدن که بابا شبیه چیه؟ چه میوه یه؟ گفته مثلا پرتقال. احتمالا دلیلش الان به ما میگه. دلارا یا دلنیا؟ دلارا. دلارا؟ یا میگه چاقه یا میگه توپولوی. توپولوی. آره. ببینیم جوابشو. دلارا خانم. بله. به نظرت بابا شبیه چه میوه‌ایه؟ پرتقال. چرا؟ چون که پرتقال دوست داره. چون پرتقال دوست داره شبیه پرتقاله. حالا پرتقال واقعا دوست داری؟ آره. سوال چهارم از خانواده زواره. به نظر آرنیکا چرا بابا شبیه پرتقاله؟ پرتقال خوشمزه است. هر دو گفتم پرتقال. شاید بگه چون پرتقال خوشمزه است یا مفیده. حالا به هر حال ستاره که نگرفتید دوست دارید بریم ببینیم. بله بفهمید. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. آرنیکا. بله. به نظرت بابا شبیه چه میوه‌ایه؟ پرتقال. چرا؟ تو اینی که اینه گرد. چون گرده؟ فرده خوده کنش میوه‌ایه. واجب شد رژیم بگیرین آقای زواره. سوال چهارم که اگر دو سوال باقی مانده رو درست جواب بدید ستاره طلایی به دست میارید و بیز جوایز میرید. ببینیم سوال چهارم خانواده آرزندی رو. به نظر دنیا بهترین جایزه رو چه کسی بهش داده؟ دنیا آقا جی. آقا جی. آقا جی. بگو بس آقا جی. بگو. بگو. آقا جی. آقا جی. به پدر من میگه آقا جی. با بزرگه. با بزرگش. بریم ببینیم. ولی شاید گفته باشه مامان. دلنیا خانم. بهترین جایزه‌ای که گرفتی چی بوده؟ شکلات. از کی گرفتی؟ از محسن. محسن؟ محسن. و سوال پایانی از خانواده زواره. تا اینجا مشخص شد که هر دو تاتون در میز فینال حضور دارید. آشیدا چه کار رو دوست نداره انجام بده؟ چه کاری؟ آخه سپهرت با آرنیکا خیلی با هم فوتبال بازی میکنن. بعد فوتبال جفتشون هم خوبه. آرشیدا یه مقدار ضعیف بود. یعنی مثل اونا بازی نمیکنه. شاید بگه فوتبال بازی کردن. بریم ببینیم جوابشو. آرشیدا خانم. بله. کدوم کار رو دوست نداری انجام بدی؟ نه هم تو جایی چی؟ دوست نداری؟ و سوال پایانی. به نظر دنیا مامان چند سالشه؟ 5. چون همیشه فکر می‌کنم من بله چون فکر می‌کنم منم همسن خودشونم. میگه مامان تو هم 5 سالته مثل ما. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. دلنیا خانم. بله. به نظر شما مامان چند سالشه؟ 5 سال. دیر موتورتون روشن شد و هر دو خانواده ستاره قرمز تقدیمشون خواهیم کرد و دستان شما. جدول رو ببینیم و
خب فقط هر خانواده یک ستاره طلای به دست آوردن، پس با 4 فرصت به میز جوایز خواهند رسید. خانواده آرزندی و زواره و میز جوایز. زواره و آرزندی هر دو فقط با یک ستاره طلایی به میز جوایز رسیدن، مجموعش میشه 4 فرصت انتخاب. آقای زواره، بالاخره کودک درونت بیدار شد یا نه؟ دیگه نشد تو این برنامه. حالا ایشالله یه ذره تلاش کنید که کودک درونت فعالتر شد، چون موقع صندلی طلایی فقط تمام تلاش ها رو آقای آرزندی انجام دادن، درست میگم؟ خب 4,000,000 تومان میتونید برنده بشید. از بین اعداد، اولین عدد خانواده آرزندی 9. بله بشماریم. 3, 2, 1. نجات دادم شما. صاف هم دینامیت رو انتخاب کردیم. نجات دادم اینا رو. بله. و خانواده زواره 8. بشماریم. چی شد؟ یک پله رفتید پایین تر، ولی خب چیزی نبود که هستم بخواد از دست بدید. 2 فرصت باقی مونده. من بگم؟ بفرمایید. 7. بشماریم. 3, 2, 1. ضرب المثل. خب اگر ضرب المثلی رو که دوستان طراحی کردن، آب و ابو عطا. چه کمک بگیریم؟ بله بفهمید. آب که سر بالا میره. یه بار بگید. آب که سر بالا بره. آب که سر. آب تو بگو میخوایی. بگو دیگه، تو بهتر میگی. شما هم میتونید بگید. فرق نمیکنه. شما هم میتونید. آب که سر بالا بره قورباغه عبادت ها میکنه. بله براشون دست بزنید. 1,000,000 تومان هم جایزه تقدیمشون خواهیم کرد. و فرصت آخر. یک. بشماریم. 3, 2, 1. خب 1,000,000 تومان جایزه بهتون تقدیم خواهیم کرد. مبارکتون باشه. خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه امشب بودید. دارم زودتر از شما خداحافظی میکنم، چون قراره که همه با هم خونه مادر بزرگه رو بخونیم. تا برنامه بعد، بدرود.